بعد یه جمله کوتاهی که ضرورتی نداشت من بگم، ولی چون گاهی توش حرف در میاد، علت این که من نمازم رو دو ماه یه دفعه کردم، من یه دفعه با آقا معظم رهبری صحبت کردم، از سلام آقا یه بار من رو سبک کنیم و یه مسئولیت ها رو از گوش من برداری. سه چهار تا مسئولیت بود که ایشون دوتاش قبول نکردن و موند، یکیش قبول کردن، یکشن نماز جمعه بود که فهمونه حالا اگر برات مشکله به نوبت با یه دفعه بری نوبت عقب بنداز. من اینو قبول کردم و قرار شد حالا گفتم دو ماه یه دفعه من بیام تا اونجایی که خدا توفیق بده. پس مسئله اینه به این سادگی. بعدش یه مسئله دیگه که خیلی هم نمیخوام وارد بشم، این مسئله که الان مطرحه که راجع به سوال مجلس از رئیس جمهور، در عین اینکه این یه حقیست، حق قانونیست، قانون اساسی هم اجازه داده، به جام هست، به مورد هم هست، چیز بدی هم نیست، خیلی جام لازمه، اصلش محفوظ. ولی حالا در این شرایط فعلی آیا تا چه مقدار مصلحته؟ اینو خود آقایون فکر بکنن، من واگذار میکنم به خودشون. آیا این اقدام چه بهره برداری دشمن ازش میکنه؟ همون مسئله اختلاف بین قوا رو اونا مطرح نمیکنند؟ دشمن شاد نمیشه؟ کی خوشحال میشه؟ کی ناراحت میشه؟ چه برداشتی میشه؟ چه انتظاری میشه؟ اینا رو باید رعایت بکنن. اگر هم احیانا قرار شد و دعوت شد رئیس جمهور، بحث جنگ و جدال نیست، بحث سوال. واقعا البته من معتقدم این سوال رو میتونستن در جلسه خصوصی و جلسه غیر رسمی ازشون بکنن، سوال بکنن، جواب بگیرن، ولی حالا اگر خواستن به مجلس بکشن اختیار با خودش کنه. در هر صورت باید دوستانه باشه، باید تو اونجا نعوذ بالله کینه ورزی نشه که نمیشه انشاءالله، یه کاری نشه که خلاف اخلاق اسلامی و خلاف ادب و خلاف وحدتی باشه که این همه برش دارن همه سینه میزنند و دست برادران مجلس و خواهر مجلس هم درد نکنه که 220 امضا برای لبیک به مقام معظم رهبری نوشتن و فرستادن و مسئله وحدت را تأکید کردند و همون بیانات مقام معظم رهبری را تأیید کردند. خدا خیرشون بده، انشاءالله از این کارهای خیر زیاد بکنند. مسئله دیگه، مسئله هماهنگی بین مسئولینه، باز همون مطلبی که مورد نظر مقام معظم رهبری بوده. ما الان مشکلات اصلیمون مشکل اقتصادیه، اصلی ترین مشکل ما که دشمن روش انگشت گذاشته و فشار میاره و میخواد مردم را از پا در بیاره، مردم را در مقابل نظام قرار بگیره، این قدرت نظام را بشکنه، این مسئله اصلی است. همه باید رو این فکر بکنن. مسائل دیگه جنبی و حاشیه‌ایه، نباید اونا رو به مسئله اصلی تبدیلش بکنن. رو این فکر بکنن و این کارم مشکل پیچیده است. اصلا مسائل اقتصادی پیچیده ترین مسائل، اگه این مسائل مشکل نبود الان آمریکا و اروپا و این کشورهایی که درگیرش هستن حل کرده بودن مسئله را، با اون همه تجربیات و سابقه که دارن من توش موندن. به هر حال ما هم الان گرفتان، ولی این امید را از خدا داریم که اون خدایی که همه جا این نظام را و این مردم را یاری کرد و همه جا به دادشون رسید، تو جنگ به دادشون رسید، تو صلح به دادشون رسید، تو تحریم ها به دادشون رسید، اینجا هم انشاءالله به داد مردم برسه. به هر حال اینجا چی میخواد؟ هماهنگی بین مسئولین، هماهنگی با دل. البته سران سه قوه نامه نوشتند و از مقام معظم رهبری هم تقدیر کردند و اعلام آمادگی کردند دستشون درد نکنه، ولی این کمه، کافی نیست، خوبه، کافی نیست، باید در عمل، در دل. بالاخره
من و شما و ای مسئولین و ای سنان به این مردم بدهکاریم، به خدا بدهکاریم، به امام زمان بدهکاریم، دینمون رو باید ادا بکنیم. اگر به جون هم افتادیم نه دین رو ادا نکردیم، بعد کار بدتر کردیم، ضربه زده ایم. بتونیم با هم بنشینیم واقعا ببینیم درد در کجاست، دواش چجوریه و حرکت ها حرکت دوستانه و هماهنگی باشه. اون وقت کار حرکت ها بر اساس اصول علمی باید باشه، باید محورهایی که میتونه ازت تهدید را به تبدیلش بکنیم فرصتی محورها رو پیدا بکنیم. ما دفعه اولمون نیست، تجربه اولمون نیست، 33 ساله که این مملکت دچار مسائل مشکله، همه رو خدا خواسته حل کرده، اینم یکی از اون مسائله. چه کار بکنیم که این تهدید تبدیل به فرصت بشه؟ الان این مسئله ارز را واقعا دیگه همه رو کلافه کرده، حالا یه قدری دارن مهارش میکنن، خیلی باید روش فکر بکنن. نباید وضعیت ارزی به اینجا برسه رو ماست و پنیر مردم اثر بگذاره. و بعدم به هر حال در واردات و صادرات کار بکنن، چی وارد بشه چی صادر بشه، نام خیلی کار میشه که رو گمرک ها کار بکنن. بعد برای مواد مصرفی جای صرفه‌جوییه، هر چی میتونیم کم مصرف کنیم، هر چی کم مصرف بکنیم گرانی کمتر میشه، تقاضا زیاد بشه عرضه کم بشه گرانی پیش میاد. لزومی نداره اینقدر زیاد مصرف کنیم، ولی اون وقتی بعض خیلی خوبه و هر کسی پول داره واسه دلش فقط خرج میکنه که میکنه، ولی وضعیت وقتی اینجور شد استثنایی شد باید در هزینه کردن هم استثناء قائل بشیم، هم هزینه های فردی، هم هزینه های جمعی، هم هزینه های در دولت. دولت یک ریال نباید در این ایام و در این مواقع خرج زائد بکنه، یک ریال. جشن گرفتن و نمیدونم که برنامه ها گذاشتن و نشستن و برخواستن و اینا، ببینن ارزش هزینه ای که برمیداره داره یا نداره. اگر داره به جاست لازم هم هست، اگر نداره نکنن این کار رو. از این کارهایی که میتونن نکنن کم نداری، بشنن این مسائل مطالعه بکنن. این هم یه مسئله. مسئله دیگه راجب انتخابات، راجب سوریه هم چند جمله عرض بکنم. اجمالا مردم سوریه بنده های خدا دارن دچار مشکل مضاعف میشن. تعجب واقعا پررویی و وقاحت چجوره، همه خلق خدا میدونن. عربستان سعودی به دشمناش کمک، به دشمنای سوریه کمک میکنه، قطر کمک میکنه، ترکیه کمک میکنه، آمریکا کمک میکنه، انگلیس کمک میکنه، اسرائیل کمک میکنه. یعنی یه چیزی بیشباهت به اون زمان جنگ ما نیست که همه اومده بودن ریخته بودن برای اینکه مملکت ما با نظام ما رو مزمحل بکنن، متراشی بکنن. یه چیزی شبیه این داره اونجا انجام میگیره. من نمیدونم این آمار چقدر درسته، میگن 95% از این تروریستایی که در اونجا درار میکنن مال خارج از ترکیه هست. اینا از کجا اومدن؟ یا از عربستان اومدن، یا از ترکیه اومدن، یا از جاهای دیگه. اون وقت بعد اینا بیان یه مرتبه صحنه های دلخراش مثل کشتن اون 28 نظامی سوری با اون وضعیتی که داد همه رو در آورد، اینا رو کی حمایت میکنه؟ آیا میتونن اینا که اسم بردن ادعا بکنن ما به اینا کمک نمیکنیم؟ این همه شعار مبارزه با تروریست دادن، حالا اینا تروریست نیستن؟ این پولا رو از کجا میارن؟ این سلاح رو از کجا میارن؟ اینا که آدم های لختی هستن، چیزی از خودشون ندارن. شما هستی اعتمادشون میکنی، شما هستی دفاعشون میکنی. اون وقت قضیه چی؟ قضیه فقط برای اینکه یک قدرت منطقه‌ای که داره با اسرائیل در افتاده تسلیم اسرائیل نشده، به نفع اسرائیل این قدرت متلاشی بشه. مسئله اینه، همه هم میدونن. به هر حال باز امیدواریم که خدا کمک بکنه و تا حالا هم نسبتا موفقیت هایی داشتن انشاءالله
به پایان برسه، موفقیت های روزی بشه، آرامش بر مردم حاکم بشه. و آخرین عرضم انتخابات آمریکاست، انتخابات رسوا، انتخابات بیابرو، انتخابات که اگر در کشور ما یا هر جای دیگه چه دشمن آمریکاست انجام میشد، اینا بوق و کرنا میکردن، سرسدا را مینداختن. مشارکت اونجا کم شده، از 131 میلیون به 118 میلیون رسیده. 90% واجدین شرایط رأی شرکت نکردن، رأی ندادن. و بعدم هزینه های میلیاردی، اینا چیزایی که هیچ توجیهی نداره و فقط با زور و قدرت دارن کار میکنن. حالا بایی بابا دوباره اومد سر کار و همون راه کسی خودش را ادامه میده. ما هم به وظایف خودمون باید عمل بکنیم. خدایا بندگان مظلوم تو جز تو کسی رو ندارن. انقلاب اسلامی آمده، بیداری اسلامی آمده، همه امیدها به تومه، همه امیدها به علی و آل علی است. در هر صورت امیدواریم خدایا بحق محمد و آل محمد همه مسلمین را از شر دشمنانشون آزاد فرما. خدایا بحق این کسانی که امروز مباهله کردن، بحق این چهره های نورانی، خدایا قلب ما را هم نورانی کن. خدایا فرج از ولی عصر علیه سلام الله علیه را برسان. ما را از یارانش و اصحابش و شهدای رکابش قرار بده. مقام معظم رهبری را تا ظهور اون حضرت مستدام بدار. خدایا عاقبت امر ما را ختم به خیر بفرما. خدایا بر این مردمی که 40-50 سال دارند برای اسلام دفاع میکنند و شهید میدند و محرومیت میکشند و زندان میرند و اذیت و آزار میشند و تحریم میشند، خدایا خیر دنیا و آخرت بهشون عطا فرما.